پایان مناظره پرتنش بین کاملا هریس و دونالد ترامپ آنچه مشخص بود معامله بر سر افغانستان با طالبان است پس حکومت بعدی چه جمهوری خواه باشد و چه دموکراتها وضعیت افغانستان همین خواهد ماند و مردم کشور باید فکر به حال خود کنند خدمت شما دوستان گرامی سلام تقدیم میکنم وقتتان به خیر امروز 11 سپتامبر 2024 میلادی برابر با 21 سنبله 1403 شمسی است نخستین رویاروی تلویزیونی دونالد ترامپ و کاملا هریس پس از 90 دقیقه پرحرارت به اتمام رسید. یک بخش این مناظره به افغانستان اختصاص داشت و تشت رسوی مقام های آمریکایی بار دیگر ظاهر شد. صدات های این دو خیلی زود مدعی پیروزی در این مناظره شدند، اما چه بر بلندگی افغانستانی اهمیت داشت این بود که برای آمریکایی ها دیگر افغانستان اهمیت ندارد. چه جمهوری به قدرت برگردد؟ و چی دموکرات ها در قدرت بماند. هریس و دونالد ترامپ هر دو هم دیگر را دروغگو و ضعیف خطاب کردند. دو نفر درباره افغانستان حرف زدند. کاملا هریس میگوید که عامل سقوط حکومت افغانستان توافق دونالد ترامپ با تروریستان طالب بود. اما ترامپ میگوید که به دلیل عدم پایبندی طالبان قرارداد دوحه با این گروه را فسخ کرد. اما حکومت بایدن بدون توجه به آبروی آمریکا خارج شد. ترامب به حکومت بایدن تاخت و گفت که این افراد بدترین نقب نشینی و به نظرم شرماورترین لحظه را در تاریخ کشور ما انجام دادند. آقای دونالد ترامپ در دفاع از خود گفت که ما توافق داشتیم اما سربازان را از دست نمیدادیم. دادیم. بسیاری از امریکایی ها را پشت سر نمی و نمی رفتیم و تسلیحات برزشی 85 میلیارد دلار را جا نمی گذاشتیم. یک بخش دیگر صحبت دو طرف ما پیام روشن به مردم افغانستان داشت. و آنون که فرق نمی کند دونالد ترامپ به قدرت برگردد یا کاملا هریس برای نخستین بار رئیس جمهور شود هیچ کدام به فکر حقوق بشر نیستند و هیچ کدام برایشان افغانستان دیگر اولویت و اهمیت ندارد بگونه مثال دونالد ترامپ گفت که به عبدالغنی برادر گفتم که دیگر سربازان ما را نکشید که برایتان دردسر می شود پس از آن در مدت 18 ماه سربازان ما را نکشتند دقت کنید این در حالی است که در همین مدت هجده ماهی که آقای ترامپ از آن یاد میکند هزاران انسان افغانستانی و سربازان ما شهید شدند اما خون هزاران نفر و دهها هزار افغانستانی با خون یک سرباز آمریکایی برابر نبود هریس نیز گفت که ما از افغانستان خارج شدیم و امروز مال دهندگان آمریکا مجبور نیستند ها دلار را تکس بدهند و برای جنگ بی پایان مصرف کنند توجه کنید او جنگ افغانستان را بی پایان خوان در چنین حالت مردم افغانستان باید فکر به حال خود کنند و هر روز چشم و دستشان به سوی کشورهای بیگانه و گدایی دراز نباشند و انتظار نداشته باشند حکومت ظالمانه و تروریستی طالبان توسط دیگران آنطوری که تشکیل شد سرنگون شود اگر قرار باشد که آمریکایی ها و یا کشور دیگر طالبان را سرنگون کنند چرا آن را بر قدرت برگرداندند با توجه به صحبت های ترامپ و هریس هر کدام برنده شود برنامه برای افغانستان ندارد و مردم افغانستان نباید چشم برای انتخابات آمریکا باشد سنترال افغانستان صدای مردم افغانستان